داراترین دارایان سعید جبیزاده هستم از مؤسسه چشمانداز هزاری سوم ملت شیراز. امیدوارم در روز کره خاکی که هستید شاد و پیروز و سربلند باشید. به اعتقاد تیم ما بدون تحلیل داده های مکانی تصمیم گیری نکنید که کار بسیار خطرناکی. در این ویدیو و ویدیوهای بعد قراره که در رابطه با همه ماهواره ها صحبت کنیم. البته همه ماهواره ها منظور به اون دست از ماهواره ها و سنجنده هایی است که در علوم زمین، زمین‌شناسی، کشاورزی، جغرافیا، محیط زیست، کشاورزی، آبخیزداری، مهندسی مرو آب مورد استفاده قرار میگیره. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. با ما در تماس باشید با شماره 0938 225 274. به وبسایت ما سری بزنید gsn.org و کلی مطالب خوندنی رو دانلود کنید و این فیلم ها اونجا گذاشته میشه به صورت رایگان، لذت ببرید. البته در آپارات و دیگر شبکه‌های اجتماعی هم فیلم ها ما رو میتونید دنبال کنید. خب ما ابتدا با لندسات شروع می‌کنیم، یکی از ماهواره‌ای که مورد محبوب پژوهشگران و در محافل آکادمیک و پژوهشگران به اون کار می‌کنن. این ماهواره است که شاید یکی از قدیمی‌ترین ماهواره‌ها باشه و بسیار ماهواره خوبی است و تونسته کمک شایانی به محققین پژوهشگران و مدیریت قلمرو سرزمینی رو بکنه و در آمایش سرزمین و دیگر مواردی مثل کنترل پوشش گیاهی، مسئولیت کشاورزی، مخاطرات طبیعی، مثلا کاری مرتبط با شهر و روستا. خب اگه بخوام از لنست صحبت کنیم، کاملتر بخوام از لنست بگیم، میریم به اینکه اولین لنست ها چی بودن و چطور پرتاب شدن و اینکه دارای چه ویژگی‌هایی هستن هر کدوم از این ماهواره سری لنست که از سری 1 تا سری 8 حالا البته قراره که در سال 2020 انتظار میره که لنست ما هم به فضا پرتاب بشه، حالا نویدی که ناسا داده به مردم جهان. خب هر کدوم از این سری لنست ها از یه سری سنجنده ها استفاده میکنن. همونجور که در فیلم های تئوری سنجدور ما دیدید، ما یه پلتفرم داریم، یه سنسور که این سنسور برای پلتفرم سوار میشه. مو فیلم ها رو دنبال کنید و خیلی در رابطه با سنسور ها صحبت کردیم و اینکه سنسور چیه، از هندسه ای انواع سنسور ها گفتیم و پلتفرم ها که اون فیلم ها رو میتونید دنبال کنید. خب لنست اول یا لنست یک در سال 1972 به پرتاب میشه، لانچ میشه که از سنجنده ای به نام MSS استفاده میکنه یا مخفف مالتی اسپکترال اسکنر، که حالا این لنست یک حالا یه سری ویژگی‌هایی داشت از قدرت های تفکیک و ریزولیشن. حتی اگر نمیدونیم قدرت تفکیک چیه، به فیلم های قدرت تفکیکی ما مراجعه کنید که در مورد قدرت تفکیک مکانی، قدرت تفکیک طیفی، قدرت تفکیک رادیومتریک و قدرت تفکیک زمانی زیاد صحبت کردیم. خب سنجنده MSS یا همین مالتی اسپکترال اسکنر قدرت تفکیک طیفی اگه بهش بپردازیم دارای 4 باند بود، که البته اگر من این پایینی هم مراجعه کنم تمام قدرت تفکیک ها نوشته کرد که باند هایی تشکیل میشه. خب دور من برمیگردم اون بالا، لنست یک دارای قدرت تفکیک طیفی 4 باند بود که باند اینجا اگر دقت کنید که لنست 1 تا 3 همش از سنجنده MSS استفاده میکنم دارای یه ویژگی بودم، از باند سبز استفاده می شود و باند قرمز و مادون قرمز نزدیک و بعد مادون قرمز 1 و مادون قرمز 2 که در دو تحت عنوان انایار 1 و انایار 2 می شناسیم. قدرت تفکیک مکانی این سنجنده یا همون لنست 1 با سنجنده MSS قدرت تفکیک مکانیش 79 متری و 80 متری بود. قدرت تفکیک زمانیش هر 18 روز مصاحبه می کنم هر 18 روز از سطح کره زمین تصویر تهیه میکرد و قدرت تفکیک رادیومتریک 6 بیتی بود. البته در مورد اینا زیاد صحبت کردیم، همون قدرت تفکیکات اونجا میتونید فیلم ها رو مشاهده کنید. ارتفاع 919 کیلومتر از سطح زمین ارتفاع داشت. خب به هر حال سنجنده بسیار خوبی بود چون یکی از ابتدایی ترین ماهواره بود ولی داشت کار خودشو به خوبی انجام میداد. بعد از اون در سال 1975 بود که لنست 2 لانچ میشه، پرتاب میشه. اینم من یادم رو بهتون میگم، لنست 1 حدود 6 سال تصویر برداری میکنه و لنست 2 که حالا سال 1970 پرتاب میشه حدود 7 سال، یکم از 7 سال بیشتر تصویرها رو مخابره میکنه به اسکای گیرنده زمینی. خب اینم خوب بود. حالا
توی لنست دو هم کماکان ما داشتیم از سنجنده MSS یا مالتی اسپکترال اسکنر استفاده که با همون ویژگی‌های قبلی که گفتم با همون مدت تخمین مکانی زمانی برای جیومتریک. و بعد اینکه اسم لنست هم بچه‌ها خیلی خوبه، اسم بسیار جالبیه، همون لنست یا لنستلاد یا ماورای منابع زمینی. حالا بعداً تحت عنوان لند ریسورس یا منابع مبارز منابع زمینی و اکتشافی شناخته شد که بیشتر هدف لند یوز و لند کاور بود، نمونه کاوری اراضی و لند کاور بیشتر با این هدف پرتاب شده بود که ما بیشتر ویژگی هایی که قرار بود با این ماها را بررسی کنیم واتر بود و سویل و ویجیتیشن که ما در مورد آب می‌خواستیم مطالعه کنیم، خاک و پوشش گیاهی. و کار بسیار خوبی هم داده بسیار خوبی هم داشت، الان بعضی از داده‌هاش هم موجوده. حالا البته بعداً فیلم‌ها رو دنبال کنیم ما به شما یاد می‌دیم که شما داده‌های این سری سنجنده‌ها و ماهواره‌ها رو لنست کلاً دانلود کنید و استفاده کنید در پژوهش‌های خودتون. در سال 1978 بود فکر کنم، بله اینجا سال 1978 لنست 3 به فضا پرتاب میشه به مدت حدوداً 6 سال، حالا 5 سال یکم بیشتر تصویر برداری میکنه. کماکان سنجنده که استفاده میکنه همون سنجنده MSS و با همون قدرت تفکیک مکانی زمانی طیفی برای رادیومتریک داره کار خودشو انجام میده. و بعد از اینکه لنست 3 کارش خاتمه پیدا میکنه، لنست 4 در واقع نقطه عطفیه در سریای لنست به فضا پرتاب میشه. البته بخاطر اینکه ویدیوها طولانی نشه ما میتونیم در شبکه‌های اجتماعی اینو دیگر معرفی کنیم، توی ویدیو بعدی دنبال کنیم که این تاریخچه رو ادامه خواهیم داد.